سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم بیش از 92 روز از تحولات فلسطین نگذره تحولاتی که امروز با یک خبر خیلی خاص همراه شد خبر شلی که 62 موشک از سوی مقاومت لبنان به یکی از پایگاه های مهم رژیم صهیونیستی پایگاهی که هدایت هوایی رژیم رو بر عهده داشته که مقاومت لبنان اعلام کرد این آغاز و مرحله اول انتقامی هست که ما میخواستیم بابت شهادت شیخ صالح بگیریم و تاکید هم کردیم که در زمان و مکان و مناسب ما پاسخ نمیدیم در میدان پاسخ خواهیم داد میخوایم بریم بخشی از اتفاقات امروز رو با هم بررسی بکنیم بعد میرسیم اگر فرصت شد به این عملیات و اتفاقاتی که در میدان داره رخ میده قبل از شروع برنامه امشب میخوایم یک تایمی رو اختصاص بدیم به مسئله داعش خراسان گروهی که من حداقل سعی کردم توی یک سال اخیر چهار پنج تا برنامه در خصوصش خدمت شما ارائه بدم درباره فعالیت هایی که دارن انجام میدن در خصوص اینکه این گروه ظاهرا ساخته شده است به جهت اینکه تمرکز بکند بر جنایت در جغرافی های ایران چین و روسیه انگار اصلا هیچ هدف دیگه ای نداره خدا پیغمبر این یهودی های ساکن فلسطینی که دارن با اهل سنت می جنگن. اصلا هیچ کدوم از اینا در چارچوبش نیست فقط هدف انگار این ستاه و درباره منابع مالیش هم خدمت شما گزارشی رو ارائه دادم به ویژه تمرکزی که بر فارسی زبان ها کرده میدونید در هفته های اخیر هم اخباری منتشر شده به این اشاره کرده که اینا در فضای فارسی دارن تلاش میکنن که از شبکه خودشون از طریق رمز ارزها پول در بیانن. حالا اینها رو اگر فرصت شد در جای دیگری بهش میپردازیم منتها آن چیزی که الان به ما مربوط است و ما پیرامونش سوال داریم اینه که تاجیکها از کجا در سرزمین ما پیداشون شد برای جنایت این اصلا داستان اینا چیه یه دور با هم ماجرا رو مرور بکنیم ما وقتی درباره تاجیکستان صحبت میکنیم داریم از یکی از فقیرترین کشورهای جدا شده از شوروی حرف میزنیم یکی از فقیرترین کشورهایی که این روسا به دلایل مختلف رشد گروه های تکفیری درش دیده شده داعش خراسان خیلی وقت است که در آسیای مرکزی داره فعالیت میکنه تعداد قابل توجهی از عناصر خودش و نیروهای خودش رو یک از طریق نیروهای که در تاجیکستان هستن جذب کرده دو از طریق کسانی این که اینا از افغانستان دارن میرن توی تاجیکستان به خاطر اختلافاتی که بین حکومت افغانستان و حکومت تاجیکستان وجود داره برخی بر این باور هستند که خیلی هم تاجیکستان مخالفتی با اینکه کسانی در خاکش حضور پیدا بکنن اقداماتی بکنن نداره هرچند طرفین دو طرف رو متهم میکنن از طرفی تاجیکستان بر این باور هست در شمال افغانستان داره اقدامات تروریستی سر و شکل پیدا میکنه از طرف دیگه طالبان تاکید داره که نه اینها کسانی هستن که در دایره جغرافیایی ما با ما دشمنی داشتن رفتن تاجیکستان داره حمایت میکنه تقویت میکنه از ظرفیت خاک اونجا دارن استفاده میکنن به هر جد فارغ از اینکه کدوم تفکر و کدوم روایت از این ماجرا درست باشه ما در حال حاضر وقتی درباره داعش خراسان و اتباع تاجیک صحبت میکنیم از کسانی حرف میزنیم که اینها در عملیات تروریستی در حمله مربوط به حرم شاه چراغ نقش داشتن اینها در حمله به دفتر حزب اسلامی گولبودین حکمتیار در کابل کشتار نظامیان روس در پادگان آموزشی در بلگارد سازماندهی حملات تروریستی در روسیه فعالیت گروه موسوم به انسالله با حضور تاجیکا در افغانستان حمله تروریستی چند سال قبل یک طبعه قرقیز در خط متروی سن پترزبورگ عملیات ها اینا که دارم خدمت شما کنم بخشی از عملیات هایی هست که اینا انجام دادن تو افغانستان عملیات کردن تو سوئد رفتن جنایت کردن توی اوکراین اعلام تأسیس گردان ترک های آسیای مرکزی رو داشتن که یک قرقیز و یک تاجیکی راه انداختن 200 آدم ورداشتن بردن با روسیه بجنگ. این بخشی از اقدامات تروریستی هست که توسط اتباع تاجیک در این سالها صورت گرفته خب ما در افغانستان در این سالها شاهد تنشا و درگیری های بین طالبان و گروه داعش بودیم طالبان ادعاهایی مطرح میکنه من تایید یارت نمیکنم نظری هم ندارم این کارشناسا باید بیان توضیح بدن و بگن که این ماجرا چقدرش درسته چقدرش غلطه صرفا دارم روایتی به شما ارائه میدم ببینید داستان اینها چه شکلی طالبان میگه من قبل از اینکه به قدرت برسم و در زمانی که به قدرت رسیدم با اینها به ویژه با داعش خراسان درگیری داشتم تو شمال افغانستان با اینها جنگیدم در ولایت های مختلف با اینها وارد نبرد شدم به یه نکته ای رسیدم و اون نکته اینه که وقتی داشتم با اینها میجنگیدم یا آمریکایی ها مواضع نیروهای من رو زدن یا آمریکایی ها با بالگردهاشون از اینها حمایت و پشتیبانی داشتن حتی طالبان یک ادعایی رو مطرح میکنه تحت این عنوان که من 42 تا اسیر از داعش داشتم که کماندوهای ناشناس با بالگرد اومدن به من حمله کردن نه برای اینکه نیروهای رو بزنن برای اینکه اینا رو آزاد کنن اینا رو آزاد کردن و بردن خب داعش در افغانستان بالگرد داره گروه های مخالف و موافق طالبان گروه های مختلف تروریستی یا مثلا گروه های شبه نظامی در افغانستان اینا بالگرد دارن مشخص مال یک دولت یا یک ارتشی بوده که این کارو کرده دیگه این جنس از ادعاهایی که طالبان مطرح میکرده هیچ وقت در حوزه رسانه این مورد توجه قرار نگرفته حرفایی بوده که توسط این گروه مطرح شده تو بیانیه‌اش اومده نه دولت افغانستان بهش پرداخته نه رسانه که در کشورهای همسایه بودن پیرامونی صحبت کردن و نه کسی ترجیح داده بهش اهمیتی بده هرچند همه اینها نشون میده که یک خطری در طول این سالها آنجا بوده است که طالبان رو مثبت ببینیم یا منفی ببینیم رو ترکیشش به بدن اینا خورده و اینم درگیر این داستان بوده یک نکته قابل تعمل درباره این ماجرا وجود داره و اون هم این هست که در طول این سالها خیلی از کشورها تلاش کردن با این خطر برخورد بکنن با داعش خراسان به ویژه گروه های تروریستی که در تاجیکستان داره شکل میگیره خیلی ها تلاش کردن برخورد بکنن یکی از این تلاش ها مربوط هست به یک اجلاسی که با عنوان نشست اعتلاف جهانی ضد داعش در جوان سال 2023 در ریاض برگزار شده این نشستی که در ریاض برگزار کردن یه نکته جالب داره معاون نماینده ویژه آمریکا در اعتلاف ضد داعش توی این نشست شرکت میکنه و زمانی که مسئله کمک به کشورهایی چون تاجیکستان و ازبکستان برای مبارزه با گروهک تکفیری مطرح میشه اینو وتوش میکنه آقا چجوری شما مگه تروریسم و این چیزا برات یک ساحتی نداره که میگی باید باش مقابله بکنی مگه برای این چیزا اهمیت قائل نیستی خب الان اینا نشست برگزار کردن که تو این نشست برسن به اینکه با اینا برخورد بکنن تو چرا مخالفت کردی جایی از داستان تو تعریف میشه اینکه مثلا ما به یک باره به خودمون میایم همزمان با عملیات صهیونیست‌ها در لبنان و عملیات تو در بغداد اینها هم وارد میدان میشن اینا یه دفعه سر و کلشون توی اوکراین پیدا میشه در نبرد با روس ها در قامت بازوی کشور آمریکا و ناتو ایفا نقش میکنن اینکه اینها همه جای این بازی پاس گل هایی دارن میدن در راستای رژیم صهیونیستی و منافعش و هیچ کجا لگدی به سمت رژیم نداختن اینا اتفاقیه نه ظاهرا آمریکا اینجا که مخالفت میکرده با برخورد با اینها حالا به دلایل و با انگیزه های مختلف این میدانسته که داره چیکار میکنه و یک حرکتی رو اینجا آمریکا انجام میداده ما مشابه این حرکت رو در نقاط دیگه منطقه خودمون هم داریم میبینیم که بسیار قابل تعمله ببینید توی نشست ریاض در سال 2023 یک مطلبی مطرح میشه توسط آمریکایی ها و اون مطلب هم می بوده که من حاضرم بپذیرم که کمک بشه به تاجیکستان و ازبکستان برای مقابله با داعش و خودم هم سی میلیون دلار هزینه بکنم ولی یه شرطی داره اون شرط چیه من باید پایگاه بزنم تو کشورت موافقی که من پایگاه بزنم تو کشورت با داعش مبارزه کنم موافق نیستی نه خب منم موافق نیستم کسی به تو کمک بکنه پس چیکار بکنیم هیچی میریم جلو وقتی تیر و ترکش های این جنایت ها به پروبالت نشست یا میپذیری که من در کشورت پایگاه بزنم یا همچنان تحملش میکنی یعنی ببین گزینه دیگری واقعی نگذاشته یا تو باید با تکفیری ها کنار بیای یا باید اون نفوذش در منطقه تو به بهانه‌ی تکفیری ها بیشتر بشه حالا من سوالم از شما اینه آیا این شکلی ماجرا رو ما میتونیم بفهمیم که هر چه بیشتر تکفیری ها گسترش پیدا بکنن به نفع آمریکایی هاست بله هر کجاشو نگاه بکنی به نفعشه چون یا شما در نهایت مجبور میشی بگی باشه من دستامو میگیرم به نشانه تسلیم بالا و میپذیرم تو در سرزمین من حضور پیدا بکنی پایگاه نظامی بزنی سیطره داشته باشی با اینا مبارزه بکنی اسم کارتم بذاری مبارزه با اینا یا نه من همچنان سختی حضور را میکشم تا زمانی که چاره ای جز این که تو بیایی پیدا نکنم این دقیقا کاری هست که ما در سال 2023 در قبال این مسئله و واکنشی که آمریکایی ها داشتن به چشم دیدیم من لازم هست نکته ای رو خدمت شما عرض کنم گزارش های از سوی سازمان ملل منتشر شده این گزارش میگه در سه ماهه آخر سال 2022 کسانی به داعش خراسان پولهایی دادن بعد گفته این تقریبا قطعیه که اینها یک حمایت مالی خاصی رو موفق شدن دریافت کنن این حمایت مالی برای این بوده که اینا برن عملیات خارجی انجام بدن عملیات های برون مرزی انجام بدن حالا اون عددی که این مطرح میکنه اینه میگه تو یک نمونه برای عملیات های سفارشی که به داعش خراسان سپرده شده 500 هزار دلار به اینا پول دادن این عملیات ها کجا قرار بوده انجام بشه تو ماجرای زن زندگی آزادی امینی حرم شاه چرا کجا قرار بوده انجام بشه در سالگرد قاسم سلیمانی ایران کرمان کجا قرار بوده انجام بشه قرار بوده انجام بشه در متروی روسیه قرار بوده انجام بشه علیه چینی ها قرار بوده انجام بشه در افغانستان این این بازیه که اینها در منطقه ما در آسیای میانه دارن تقویتش میکنن من درباره این جمعیتی که ازشون صحبت میکنیم داعش خراسان هم باید این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که اینها چیزی در حدود دو هزار نفرشون از افراد به اصطلاح خود اون شهروندان تاجیکستان دارم خدمت شما عرض می‌کنم از سال 2014 تا 2016 اینا میرن سوریه میرن توی عراق و سوریه مستقر میشن 80 درصد اینها کسانی بودن که به عنوان کارگر مهاجر میرفتن توی روسیه اونجا به صلاح خودمون کسب و کار داشتن اونجا کسب درآمد داشتن و عمدتا به لحاظ مطالعه که روشون انجام شده از بخش کم اطلاع جامعه از بخش به لحاظ مثلا مطالعاتی کم مطالعه جامعه کم سواد جامعه اینا دو هزار نفرشون بلند میشن میرن سوریه از این افراد چیزی در حدود 500 نفرشون در سوریه کشته میشن این 500 تا که کشته میشن اونجا تشکیل زندگی دادن اونجا با بقیه داعشی های عاشق خوردن به همدیگه تشکیل زندگی دادن زن و بچه هاشون الان اونجا آوارن این پایگاه هایی که میبینیم توی مرز عراق و سوریه که اردوگاه تکفیری هاست اینا زن و بچه هاشون اونجا هن. یک بخشی از این 2000 تا اینا به تاجیکستان نمیتونن برگردن به تاجیکستان برگردن باید برن زندان تو روسیه و جاهای دیگه هم جایی ندارن تو اروپا هم اینا رو راشون نمیدن تو عراق و سوریه هم محلی براشون نیست افغانستان و زندگی مخفی در بخشی از مرزهای مربوط به تاجیکستان محلی شده است به جهت اینکه اینها بتونن حضور داشته باشن خودشون رو رشد بدن پرورش بدن برای عملیات در جایی به نام ایران و کشورهای دیگر آنچه که ما این روزها در داخل کشور خودمون باش روبرو بودیم و چندین عملیات در سالهای اخیر تلاش کرده در ایران انجام بده این داستانی هست که من خدمت شما عرض کردم باید یادآوری بکنم باید تاکید بکنم بر اینکه که بخشی از ماجرای نبرد با داعش در هم شکستن این گروه تروریستی به شیوه که این دیگه جون تشکیل حکومت نداشته باشه این خیلی خوبه این خیلی ارزشمنده این یک لطف به منطقه است که ایران و دیگران در این سالها انجام دادند اما اما تا زمانی که تو تهاجم به آنجایی که تولید تفکر تکفیری دارد نکنی داستان همینه همچنان تکفیری تولید خواهد شد همچنان تکفیری در منطقه ما رشد خواهد کرد ایران و افغانستان و کجا و کجا هم نداره هر کجایی بتونه آدم میگیره میبرن برای ناتو توی اوکراین خدمت میکنه علیه ایران خدمت میکنه همزمان با جنگی که علیه یهودی های فلسطین اتفاق افتاده این به ایران حمله میکنه این حماس رو تروریست اعلام میکنه کمان که این یکی دو روزی انتفاق افتاده و این خالی از مغز است در راستای منافع غربی ها اینو باید حلش بکنی این تفکر تکفیری سازه که باید باش مقابله بکنی و من لازم هست این رو هم خدمت سرویس های امنیتی در ایران عرض بکنم ببین ما وقتی از سیستم های امنیتی در ایران صحبت میکنی و یک خطری به نام تجزیه طلب ها در اقلیم کردستان درباره حرف میزنیم یقین داریم ما یقین داریم که اینها کسانی هستن که اگر جلسه برگزار میکنن ده نفر دوره یه میز میشینن و میخوان علیه ما توطئه بکنن قطعا یکیشون از بچه های سرویس اطلاعاتی ایرانه. ما یقین داریم که این شکلیه درباره داعش هم باید این اتفاق بیفته درباره داعش خراسان هم باید این اتفاق بیفته درباره گروهک های تروریستی که در افغانستان و تاجیکستان و کجا و کجا دور یک میز می نشینند علیه ما توطعه می کنند هم باید این اتفاق بیفته من امیدوار هستم که به زودی شاهد این باشیم که این حقیقت در سرویس های اطلاعاتی ما اگر هم شکل گرفته در میدان خودشونشون بده در واقعیت خودشونشون بده نکته دیگه ای ندارم طولانی ترش نمی کنم اگر شما نکته داشتین حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل تر دو تا خبر خیلی خوب امروز شنیدم یه خبر این بود که اعلام جرم کردن علیه هفت چهره سیاسی از جمله و چهره مشهور از جمله صادق زیبا کلام 500 نفر از کسانی هم که این چند روز توهین کردن به شهدای کرمان با اینا برخورد کردن از استان اصفهان بگیریم رفتن پیدا کردن اروزلوباشو تا غرب کشور و شرق کشور و اردبیل و مازندران و جاهای دیگر و وزارت و علوم هم اعلام کرده گفته اونی که دانشجو بوده و به بهانه این داستان اومده هورا کشیده در شبکه های ما قطعا باش برخورد میکنیم امثال اینها جایی در دانشگاه های ایران ندارن من لازم بود این رو یادآوری بکنم اگر امروز دهن این بی همه چیزهای ناپاکی که عادت کردن در شبکه های تو ایران زندگی بکنن هیچی هم رفقا اینا هیچی از زندگی نمیفهمن اگر شما مدلت این هست که باورمن نباشی اگر شما مدلت این هست که مثلا حجاب و مسائل این شکلی رو قبول نداشته باشی اگر شما مدلت این هست که حتی با جمهوری اسلامی مخالف باشی اینا از شما هم نیستن اینا یه سری آدم عیاش فاحشه بی همه چیز بی بوته بی تفاوت نسبت به همه چیز راحت طلبن مدل اینا رو تو شبکه اجتماعی نگاه بکنید همه اینا که این چند روز توهین کردن بی احترامی کردن به شهدای کرمان بری رو ببینید این اصلا تعطیل تعطیله این فقط یه آدمیه بزرگ شده به عیاشیش برسه به کسافتکاریش برسه تو این جامعه هیچ فرقی هم براش نداره چی اتفاق میفته اینها رو اگر تو دهنشون نزنی جمهوری اسلامی دهن اینا رو اگر خورد نکنی فردا باید منتظر باشی اگر صدامی به کشورت حمله کرد 17000 تا 17000 تا از مردمت بکشد این همون سازمان منافقینه اینا همون جرسومهان اینا همون کسافتان اجازه ندید اینها راحت در این مملکت نفس بکشن استفاده بکنن از هوای مردمی که در این سرزمین هستن این هوا رو نجس بکنن و بعد به مردمی که کشته شدن و هیچ گناهی نداشتن بی احترامی بکنن نباید همچین اتفاق بیفته من خوشحال هستم که شنیدم امروز این خبر روی خروجی رسانه ها رفت اینم باید یادآوری بکنم در خصوص مسائل فلسطین امروز مقاومت لبنان 62 راکت به سمت یکی از پایگاه های هوایی رژیم صهیونیستی پایگاهی که داره کنترل میکنه عملیات های هواییشون شلیک کرده این پیام واضحی داره که ببین اگر جنگنده بلند میکنی اگر موشک اگر پهباد بلند میکنی اگر چیزهای از این دست بلند میکنی که مراکز مختلف رو بزنی شکوندن بالا اینا برای ما کاری نداره نمیخواستیم تو الان انجامش بدیم حواست به خودت باشه روزی که بزنم بالو پر جنگنده ها تو بشکنم اون وقت حالا دنیا میبینه که با چی میخوای بیای شاخ بازی در بیاری با ارتشت میخوای در بیاری این که لولش میکنن تو غزه میکنن تو چای توالت درش میارن هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی که هیچی نیستی جنگنده ها تو بزنن و حواست به خودت باشه پیامی که امروز مقاومت لبنان به اینها مخابره کرد بسیار بسیار پیام واضحی هست باید بریم جلوتر ببینیم که آیا احمق که در رأس تلاویو نشستن پیامش را درک خواهند کرد یا نه من فقط یه نکته به عنوان نکته پایانی میگم دیروز دبیر کل مقاومت لبنان یه سخنرانی داشت بعد یه تیکه خیلی خنده‌دار ایشون میندازه به صهیونیسا میگه که آنها برای آنکه اطلاف دریایی قدرتمندشان را راه بندازند و آن را نشان دهند سراغ برخی کشورهایی که زیر پونز نقشه هستن رفتن و آن را به این اطلاف اضافه کردند. سیشل یا میشل اسمش را هرچه هست من نمیدانم من حتی نمیدانستم که این کشور هست یا چیز دیگر من مجبور شدم برم در گوگل جستجو کنم اینو دبیر کل مقامت لبنان داره میگه کاشف عمل آمد که اسم جزیره ته دنیاست و کمتر از 100 هزار نفر جمعیت داره داره اشاره میکنم اینکه اینا برای حمله به یمنی که 9 سال زیر ضربه و تحت حمله بوده است رفتن دست دامن کشورهایی شدن که وجود خارجی ندارن حقیقتی روی نقشه ندارن به جهت اینکه بتوانن حرفی برای گفتن داشته باشن طول این نمی‌کنم. اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام برای مفرست کلی خبر خیلی خواست این روزها در غزه بوده من به خاطر مسئله کرمان مجبور شدم ازش عبور بکنم به یاری خدا یک چیز دیگر مفصل بهش خواهیم پرداخت نکته دیگه ندارم اگر بحثی چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر